اینجا قیمتی 150 تا 200 دلار گوشی های بهار 1402. بدم خدا سلام، من علیرضا جعفری، اینجا کالوگو. شما طبق روال همیشه خیلی خوش اومدید بچه ها. ویدیو رو تا انتها نگاه کنید، لایک بالا، سابسکرایب، کامنتاشو بهتره کنید. انتخاب بهترین تو این رنج قیمتی که شما انقدر دارید دیگه هزینه میکنید، یعنی با دلار 51 تومن تقریبا میشه تا 10,200,300 دارید هزینه میکنید، یه ذره سخت میکنه کارو، یعنی کارو یه ذره سخت میکنه. که گدار یه نیمچه باد شدیدی هم در ورزشگاه میوزه. خب یه سری توقعات میریم، مثلا ما انتظار صفرنموش فولشتی داریم، پنل خوب داریم، 6 گیگ تا 8 گیگ رم داریم، دوربینای خوب داریم و پردازنده حالا به نسب مناسب، اگه 5G بود چه بهتر. اینها رو همه رو میذاریم کنار هم دیگه، یه ذره تو این رنج سخت شده، یعنی انتخاب بین این پکیج کنار هم دیگه یه ذره دردسر شد برای ما و مجبور شدیم که دوتا گوشی رو بیاریم بالا. یعنی اتوماتیک دوتا گوشی اومدن بالا، به بهترین بین این هاست که دوباره شما بین این دوتا آپشن میتونید جا به جا بشید. اولین گوشی تو رده قیمتی پایین تر با رم 4ش رو گفتیم یه ذره سخت پیدا میشه. من دیگه مشخصاتشون نمیخوام بگم و ویدیو رو طولانی بکنم، ردمی نوت 11 که پردازنده همونه، همه مشخصات همونه، فقط اومده برم به جای 4 گیگ شده 6 گیگ و تو این رنج قیمتی راحت میتونید 6 گیگش رو با پکیج گلوبالش و همه مخلفاتش بخرید. این گوشی ارزشمندی به نظر من اومدش، چون از لحاظ کانفیگی و اینا خوب بود، هم صفحه نمایش هم مشخصات و اینها، و رمه که مشکلش بود اینجا برطرف شد تو این رنج قیمتی بالاتر. گوشی بعدی این که توی این رنج قیمتی مخصوص سامسونگ بازاست، M33 که اومد بالا و گوشیه که تقریبا حالا میخوام بهتون بگم خوبی‌ها و بدی‌هاش کدوم بخششه و چرا ردمی نوت 11 رو آوردم بالا با این مقایسهش دارم میکنم و گفتم آقا یه باگی این داره که ردمی نوت 11 میادش بالا و قرار میگیره به عنوان رقیب برای این گوشی. اولین جایی که شما باز میتونید سلیقه بین این دوتا انتخاب بکنید پردازنده است. سامسونگ و اگزینوس 1280 5 نانومتری، یا اینجوری بگیم شیائومی و اسنپدراگون 680 6 نانومتری، یعنی شما بین این دوتا میتونید انتخاب بکنید سلیقه باشه. من خودم کوالکام اسنپدراگون بازم اون برای بیشتر میپسندم. لنز دوربین 4 تایی 50-5-2-2 که پکیج رو میدونید، 50 اصلی 5 اولترا واید، دوتا دو بعدی هم که یکی ماکرو یکی هم عمق. این دوتا جایی که این گوشی رو قشنگ از رقبای خودش جدا میکرد، میاره و بالا و میگه آقا ببین این گوشی نسبت به بقیه خیلی بهتره، نگاش کن، گوش کن بهش، ببینش. کندش بحث 8 گیگرم این گوشیه، 8 گیگرم 128 گیگ حافظه داخلی، 8 گیگ قشنگ میکنه تو این رنج قیمتی و این گوشی رو جدا میکنه و میارتش بالاتر. یه X20 نوکیا هم داشتیم، چون نوکیا و کم فروشه نیوردمش تو این رده قیمتی، ولی این رو داشته باشید که 8 گیگ رم داره. این نقطه قوت این گوشیه، نقطه ضعفش هم همین الانه، الان بهتون میگم اصلا جای دوری نرید. الان آبه اما خاکه باز. صفحه نمایش این گوشی یه صفحه نمایش 6.6 اینچیه، فول اچ دی پلاس، تا اینجاش همه چی اوکیه، رفرش ریتش هم 120 هرتز، عجب کیفیتی داره، ولی پنلش تی اف تیه، یعنی گوشی های دکمه ای بود ما قدیم دستمون میگرفتیم، خیلی قدیمی ها رو، اونا پنلشون تی اف تی بود. این گوشی اومدن همون پنل رو آپگرید کردن، رفرش ریتش رو بردن بالا، کیفیت صفحه نمایشش رو بردن افزایش دادن، ولی پنل به ذات پنل خیلی ضعیفیه و نه رنگای درستی خروج میده، نه مشکیش درسته، نه سفیدش درسته، نه زاویه‌دید درستی داره. همه اینا رو بذاریم کنار هم دیگه، این صفحه نمایشی که آپشن خوب داره ولی فندی صفر، یعنی در این حد رو میپسندید M33 بخرید، اینجوری بگید. به لطف پردازنده 5 نانومتری 1280 اگزینوس این گوشی میتونه 4K 30 فریم هم برای شما فیلم برداری کنه. یکی دیگه از معلف های خیلی خوبی که این گوشی داره باتری 6000 میلی آمپر ساعتیش هستش که میتونه یه شارژ دهی خوبی رو به شما بده و حالا باز بین این دوتا گوشی، یعنی ردمی نوت 11 و M33 سامسونگ، انتخاب خیلی سلیقه‌ای میشه باز، ولی صفحه نمایش سامسونگ خیلی منو داره اذیت میکنه، یعنی اگر واقعا فقط میخواید گیم بازی کنید، یعنی با 120 هرتز که رفرش ریتشه و CPU اگزینوس یه ذره حالا به نسبت قوی تر و رم 8 گیگ بالاتر، خب M33 رو انتخاب بکنید.
ولی اگر واقعا یه کاربری عمومی تری رو میخواید، Redmi Note 11 به نظر من در پکیج کلی یه کاربری عمومی خیلی بهتری داره میده به شما. یعنی هم دوربین خوبیه، هم صفحه نمایشش خیلی بهتره، پنلش مثلا خیلی بهتره، هم رم 6 گیگ هم کار شما رو راه میندازه، خیلی اذیت نمیکنه و پردازنده استیبل تره، درسته ضعیف تره ولی استیبل تره و فکر میکنم این پکیج مطلوب تری باشه برای کاربری عمومی. امیدوارم که این ویدیو هم به دردتون خورده باشه. لایک و سابسکرایب کامنت ها رو که یادتون هستش. خیلی مخلصیم، خدافظ.